دوستان عزیز شنونده، با دروس راه عدالت در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام، فیض و سلامتی خداوندمون عیسی بر شما باشه. در نام خداوندی که میخواد همه ما راه پارسایی و عدالت او رو دنبال کنیم، به شما سلام و درود میفرستیم. خوشحالیم که میتونیم دوباره با برنامه راه عدالت در خدمت شما عزیزان باشیم. سوال جالبی رو میخوام از شما بپرسم. اگر خداوند به شما ظاهر بشه و بگه اون چی که میخواهی بطلب و من اون رو به تو خواهم داد، شما چه چیزی رو انتخاب میکنید؟ عمر طولانی، ثروت هنگفت، شهرت یا چیز دیگه ای رو؟ روزی خداوند به سلیمان پسر داوود نبی در رویا ظاهر شد و همین سوال رو از او پرسید. فکر میکنید سلیمان چه جوابی به او داد و چه برنامه رو انتخاب کرد؟ بله، برنامه امروز ما در همین مورده. در 6 درس گذشته ما به داستان زندگی یکی از انبیای خدا یعنی داوود پرداختیم و چند سروده اون رو که به زبور معروف هست بررسی کردیم. در درس گذشته دیدیم که او پیشگویی کرد که فرزندان شریر آدم دست‌ها و پاهای مسیحای موعود رو سوراخ خواهند کرد و او رو خواهند کشت. او همچنین نبوت کرد که خدا مسیحا رو از مردگان و از قبر برخواهد خیزانید. این بار داستان پسر داوود یعنی سلیمان رو با هم مطالعه می‌کنیم. ببینیم که کلام خدا در این مورد چه می‌فرماید. ابتدا از فصل دوم تا دهم کتاب اول پادشاهان و سپس از مزمور 72 آیاتی رو با هم مطالعه می‌کنیم. این کلام خداست، پس لطفاً با احترام به اون گوش بدید. و چون زمان مرگ داوود نزدیک می‌شد، پسر خود سلیمان را امر فرموده گفت: من به راه تمامی اهل زمین می‌روم، پس قوی و دلیر باش و آنچرا یهوه خدایت از تو می‌طلبد نگاه دار. در طریق‌های او گام بردار و فرایض و فرمان‌ها و قوانین و شهادات او را همان گونه که در تورات موسی نوشته شده است حفظ کن، تا در هر کاری که می‌کنی و به هر جا که می‌روی کامیاب شوی. آنگاه داوود با پدران خود آرمید و او را در شهر داوود به خاک سپردند. او 40 سال بر اسرائیل پادشاهی کرد، 7 سال در هبرون و 33 سال در اورشلیم. پس سلیمان بر تخت پدرش داوود بنشست و سلطنتش بسیار استوار شد. سلیمان خداوند را دوست می داشت و بنا به فرایض پدر خود داوود سلوک می کرد، جز اینکه در مکانهای بلند قربانی می کرد و بخور می سوزانید. و اما پادشاه برای تقدیم قربانی به جبعون رفت، زیرا مهمترین مکان بلند بود. سلیمان بر مذبح آن 1000 قربانی تمام سوز تقدیم می کرد. شب هنگام در جبعون خداوند در خواب بر سلیمان ظاهر شد و گفت: آنچه را که می‌خواهی به تو بدهم درخواست کن. سلیمان پاسخ داد: تو به پدرم داوود که خدمتگزارت بود محبتی عظیم نشان دادی، زیرا او در حضورت با وفاداری و پارسایی و دلی راست با تو سلوک می‌کرد و این محبت عظیم را نسبت به او نگاه داشته پسری به او بخشیدی تا امروز بر تختش بنشیند. و حال ای یهوه خدای من، تو خدمتگزارت را به جای پدرم داوود پادشاه ساختی، ولی من جوانی کم سن و سال بیش نیستم و خروج و دخول را نمی دانم. نیز خدمتگزارت میان قوم برگزیده توست، قومی عظیم و چنان کثیر که آنها را نتوان شمرد و حساب نتوان کرد. پس به خدمتگزار خیش دلی فهیم عطا کن تا بر قوم تو حکم براند و نیک را از بد تمیز دهد. زیرا کیست که توانایی حکم راندن بر این قوم عظیم تو را داشته باشد؟ این درخواست سلیمان خداوند را خوشنود ساخت. پس به او گفت: چون این چیزی از من خواستی و عمر دراز یا ثروت برای خود نخواستی و نه جان دشمنانت را، بلکه به جهت خود فهم طلب کردی تا عدالت را تشخیص دهی، اینک مطابق سخنت می کنم
و تو را دلی حکیم و فهیم می بخشم، آنگونه که پیش از تو مانند تو نبوده و پس از تو نیز همچون تو بر نخواهد خواست، و آنچه را نیز که نخواستی به تو خواهم بخشید، یعنی هم ثروت و هم شوکت را، تا در همه روزهایت هیچ پادشاه دیگر با تو قیاس نیاید. و اگر در طریقهای من سلوک نمایی و فرایض و فرامین مرا به جا آوری، همان گونه که پدرت داوود سلوک می کرد، آنگاه روزهایت را طویل خواهم ساخت. سلیمان بیدار شد و دریافت خواب دیده است. او به اورشلیم آمده نزد صندوق عهد خداوند ایستاد و قربانی های تمام سوز و قربانی های رفاقت و برای تمامی خدمتگزاران خیش ضیافتی برپا داشت. چندی بعد دو زن بدکار نزد پادشاه آمد، در حضورش ایستاد. یکی از آنان گفت: سرورم، من و این زن در یک خانه ساکنیم. او در خانه با من بود که فرزندی بزادم. سه روز پس از زایمانم این زن نیز فرزندی بزاد. ما در خانه تنها بودیم و جز ما دو تن کسی دیگر در خانه نبود. شبانگاه پسر این زن مرد، زیرا بر او خوابیده بود. نیمه های شب کنیز تو در خواب بود که این زن برخواسته پسر مرا از کنارم برگرفت و بر سینه خود جای داد و پسر مرده خیش را بر سینه من نهاد. سحرگاهان چون برخواستم تا پسرم را شیر دهم، اینک او را مرده یافتم. اما چون در روشنایی صبح به دقت بر او نگریستم، دیدم پسری نیست که من زاده بودم. زن دیگر گفت: خیر، پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن تو. ولی زن اول پاسخ داد: خیر، پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من. و آنان این چنین نزد پادشاه سخن می گفتند. آنگاه پادشاه گفت: یکی می گوید پسر زنده از آن من است و پسر مرده از آن تو، و دیگری می گوید: خیر، پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من. پس پادشاه گفت: شمشیری نزد من بیاورید. و شمشیری به حضور پادشاه آوردند. آنگاه گفت: کودک زنده را به دو نیم کنید و نیمی را به یک زن و نیم دیگر را به زن دیگر بدهید. اما زنی که پسر زنده از آن او بود، چون دلش به فرزندش می سوخت، به پادشاه گفت: سرورم، تمنا می کنم کودک زنده را به آن زن بدهید، او را به هیچ روی مکشید. ولی زن دیگر گفت: نه، از آن من باشد و نه از آن تو، او را به دو نیم کنید. آنگاه پادشاه پاسخ داد: طفل زنده را به زن نخست بدهید، او را به هیچ روی مکشید، چون این زن مادر اوست. و چون همه اسرائیل خبر حکمی را که پادشاه داده بود شنیدند، از پادشاه ترسان شدند، چون دریافتند که حکمت خداوند در اوست تا عدالت را برقرار کند. و خداوند به سلیمان حکمت و فهم بی اندازه و وسعت اندیشه به گستردگی شنهای کنار دریا بخشید، تا آنجا که حکمت سلیمان از حکمت تمامی مردم مشرق زمین و از تمامی حکمت مصر برتر بود. او از همه آدمیان حکیم تر بود، از ایتان ازراهی و پسران ماهول، یعنی هیمان و کلکول و درده، و آوازه او در میان همه قوم‌های اطراف گسترده بود. سلیمان 3000 مثل گفت و شمار سروده‌هایش 1005 بود. او از درختان از سرو آزاد لبنان گرفته تا بوته‌های کوچک زوفا که در شکاف دیوار می‌روید سخن می‌گفت، و نیز از حیوانات و پرندگان، خزندگان و ماهیان، از میان تمام قوم‌ها و از همه پادشاهان زمین که آوازه حکمت سلیمان را شنیده بودند، می آمدند تا به حکمت او گوش فرا دهند. سپس کلام خدا می نویسه که در اون زمان ملکه در سرزمین سبا که سرزمین فعلی یمن هست زندگی می کرد که آوازه حکمت و شوکت سلیمان رو شنیده بود. او تصمیم گرفت که به اورشلیم بیاد و ببینه که اون چه که شنیده آیا حقیقت داره یا دروغه. فاصله کشور او با اورشلیم تقریبا 2000 کیلومتر بود، اما این مانع اون نشد که ملکه سبا به دیدن سلیمان نیاد. در ادامه کلام خدا در فصل 10 از کتاب اول پادشاهان اینطور می‌خونیم: چون ملکه سبا آوازه سلیمان را در خصوص نام خداوند شنید، آمد تا او را با پرسش‌های دشوار بیازماید.
او با خدم و حشم بسیار عظیم و شتران حامل ادویه و طلای بسیار و سنگهای گرانبها به اورشلیم آمد و نزد سلیمان رفت و هر آنچه در دل داشت به او گفت. سلیمان به تمامی پرسش‌های وی پاسخ داد و مسئله‌ای بر پادشاه پوشیده نبود که از شرح آن برای ملکه عاجز باشد. چون ملکه سبا تمامی حکمت سلیمان را دید و خانه ای را که بنا کرده بود و طعام سفرش و جایگاه نشستن صاحب منصبانش را و طرز خدمت و جامعه پیش خدمتانش و ساقیانش و قربانی های تمام سوزی را که در خانه خداوند تقدیم می کرد هوش دیگر در او نماند. پس به پادشاه گفت آنچه در سرزمین خود از کلام و حکمت تو شنیده بودم راست بود. اما آنچه را که می گفتن باور نمی کردم تا اینکه آمدم و به چشمان خود دیدم و اینک حتی نیمی از آن نیز به من گفته نشده بود. حکمت و سعادتمندی تو بس فزونتر از آن است که شنیده بودم. خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال خدمتگزارانت که همواره در حضور تو می ایستند و حکمت تو را می شنوند. متبارک باد یهوه خدایت که از تو خوشنود بوده و تو را بر تخت پادشاهی اسرائیل نشانیده. خداوند از آن جهت که اسرائیل را جاودانه دوست می دارد تو را پادشاه ساخته است تا عدل و انصاف را به جا آوری. ما ناچاریم در همینجا توقف کنیم، اما اونچه که کلام خدا درباره ملکه سبا می‌فرماید در اینجا تموم نمیشه. کمتر از 1000 سال پس از این زمان مسیحای موعود درباره ملکه سبا و سلیمان پادشاه چیزهایی میگه. در انجیل متی باب 12 چنین نوشته شده: ملکه جنوب در روز داوری با این نسل برخواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حالان که کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. دوستان عزیز، خداوند عیسی می‌فرماید که جستجوی ملکه سبا برای جلال و شکوه سلیمان تمام اون کسانی رو که از جستجوی جلال مسیح سرپیچی می‌کنند رو محکوم می‌کنه. ملکه سبا هرچه در توان داشت برای دیدن شکوه سلیمان و شنیدن سخنان خردمندانه او انجام داد. او 4000 کیلومتر سفر کرد تا ببینه اون چه که شنیده درسته یا حقیقت نداره. این یک درس مهم برای همه ماست. مسیحای موعود از آسمان به زمین اومد که جلال، حکمت و قدرتش بسیار بیشتر از سلیمان بود و با این حال هنوز بسیاری از فرزندان آدم نمیخوان که جلال اون رو بشناسن و حقیقت اون رو درک کنن. به همین دلیل بود که عیسی خداوند انسانها رو برای کج‌فهمی و بی‌اعتنایی اونها به حقیقت محکوم کرد. دوستان عزیزی که این برنامه رو میشنوید، آیا شما جلال مسیح آسمانی رو درک میکنید؟ یا اون رو همردیف دیگر انبیا قرار میدید؟ آیا میدونید که مسیحا به چه معناست؟ بله، مسیحا به معنای برگزیده خداونده. خداوند مسیح رو برگزید تا دنیا رو نجات بده و بر اون داوری کنه. اما متاسفانه بسیاری محبت و نجات خداوند رو ندیده میگیرند. وقت برنامه ما تقریبا رو به پایانه، اما میخوایم به شما عزیزان عرض کنم که سلیمان پادشاه 3 کتاب رو تحت الهام خدا نوشته که همه اونها جزو کتب با ارزش کلام خداونده. این کتاب ها عبارتند از کتاب امثال، کتاب جامعه و کتاب غزل غزلها. سلیمان هم مانند پدرش داوود سرودهایی برای جلال نام خداوند سراییده که در کتاب مزامیر موجود هست. اجازه بدید تا مزمور 72 رو براتون در آخر برنامه بخونم که سروده ای از سلیمان پادشاه هست. او در این سرود پیش بینی کرده که روزی مسیحای موعود به زمین باز خواهد گشت تا انسانها رو به عدالت داوری کنه. اجازه بدید تا با روحی فروتن و دعا به این سروده زیبا گوش بدیم. او قوم تو را به انصاف داوری کند و ستم دیدگان تو را به عدالت. باشد که از دریا تا به دریا فرمان براند و از نهر تا به کرانهای زمین. باشد که از دریا تا به دریا فرمان براند و از نهر تا به کرانهای زمین. عمرش دراز باد.
باشد که طلای سبا تقدیم او گردد، باشد که مردمان همواره دعاگویش باشند و تمامی روز برایش برکت بطلبند، باشد که نام او جاودانه پاینده ماند و آوازش تا آفتاب برمیتابد، باشد که قومها جملگی در او برکت یابند و آنان نیز او را مبارک خوانند. متبارک باد یهوه خدا، خداوند اسرائیل، تنها اوست که کارهای شگفت می کند. متبارک باد نام شکوهمندش تا ابد. تمامی زمین از جلال او آکنده باد. آمین و آمین. سلیمان پادشاه پیشبینی کرده بود که روزی تمام مردم جهان در حضور مسیحا که شاه شاهان و داور عادل هست سر تعظیم فرود خواهند آورد. اما خدا از ما میخواد تا همین الان به حضور او بیایم و او رو بپذیریم. آیا شما حقیقتاً به خداوند سرسپرده هستید؟ آیا جلال و اقتدار مسیحای موعود رو در زندگی خودتون شناختید و قبول کردید؟ اینک زمان مقبوله که خدا رو در زندگی خودتون قبول کنید. اگه در نوشته های انبیای خدا تفکر کنید، پی میبرید که مسیحا تنها و تنها نجات دهنده انسان هست. این رو کلام مقدس و عاری از خطای خداوند میگه. در کتاب اعمال رسولان باب 10 چنین نوشته شده: پیامبران جملگی درباره او شهادت می‌دهند که هر که بدو ایمان آورد به نام او آمرزش گناهان خواهد یافت. دوستان عزیز، سپاسگزاریم که به برنامه خودتون گوش دادید. به فیض خداوند در برنامه بعدی در مورد یکی دیگه از انبیای خدا، یعنی ایلیا، که آتش خدا را از آسمان فرو فرستاد، کلام خدا رو بررسی می‌کنیم. خداوند به همگی شما عزیزان برکت بده و ازتون می‌خوام که به کلام خدا در انتهای این برنامه گوش کنید. ملکه جنوب در روز داوری با این نسل برخواهد خواست و محکومشان خواهد کرد، زیرا او از آن سوی دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و حال آنکه کسی بزرگتر از سلیمان اینجاست. تفکر شما رو میطلبم بر این آیه و همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم و شما همچنین میتونید با راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشید. تا برنامه بعد، خدا حافظتون. امیدواریم که این برنامه باعث برکت، بنا و تشویق شما شده باشه. شما میتوانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-9898-98. شما می توانید برنامه های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید. منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما هستیم.
بس عظیم حضورت را خواهم. با هم دوتا زیبا سرود اندر حضور تو سرایا. تنها من جایم تو هستی تو، هیچ یاری ندارم معبود من تویی مسیح من تویی.
امیدواریم که این برنامه باعث برکت، بنا و تشویق شما شده باشه. شما می توانید از طریق ایمیل و همینطور واتساپ با ما تماس بگیرید. ایمیل ما هست wrpersian@gmail.com و همینطور واتساپ ما هست 2031-638-98-98-98. شما می توانید برنامه های ما رو در وبسایت persianwordradio.com دنبال کنید. منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما هستیم. در آن شب مقدس و فروزان منجی من ملود گشت در این جهان امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما در ارتباط باشید.